شناسن میدونن من دست به عشقم خیلی خوبه و اینجور جاریه وقتی حضور خدا هست، وقتی پرستش و ستایش هست و چند بسته دستمال هم همیشه هم داره خودم دارم هید عشقا میومد دستمال را استفاده میکنم میکنم که ما الان وسط دعوت که بیاروسته همینجوری عشقا جاریم چجوری برم اینجا پیام بخوام انتقال بدم. خدا شکر میکنم، خدا من واقعا امین و وفاداره و این چیزی که برای خودم خیلی هیجان انگیزه. فقط به روز عزیز من اجازه دارم این آب رو برای خیلی متشکرم ممنونم. من اون مطلبی رو که خداوند حقیقتاً به قلبم گذاشت رو اول متوجه نشدم داستان از چه قراره و اصلا چرا این و بعد که اینجا قرار گرفتم و توی پرستش بودیم تمام آنچه که حقیقتاً خداوند روی قلب من گذاشته به روز با کلیسای خودش با همه شما عزیزان همتون لازم دارم خوش آمد بگم به عزیزان که از راه دور از هر جای دنیا که هستید امروز دارید به صورت آنلاین ما رو میبینید خوش آمد بگم یا بعدا این موعظه رو خواهید شنید. هرچه که بر قلبم بود از کلام خدا در پرستش در چیزهایی که بهروز عزیز به عنوان مدیر جلسه اینجا و گردان در یه جلسه اینجا گفت همینطور برای من واقعا هیجان انگیز بود که میشنیدم و این بیشتر من رو منقلب میکرد، من رو تحت تاثیر میذاشت. علا اصول روحانی نمیخوام در بیارم، حقیقتیه که اتفاق میفته برای شاید عزیزانی که با مسیح آشنا نیستن یا قلب زندگیشون رو به مسیح ندادن امروز در میان ما هستن خوش آمد رو شد، خوش آمد روی ها شد برای شما هم بدونید که خوش آمده هستید همینطور و بی خود نیستی اینجا هستید، تصادفی هم نیستی اینجا هستید، هیچ چیزی تصادفی نیست. امروز دعوت شاه شاهان رب الارباب هست که شما اینجا نشستید. این رو از صمیم دل میگم و برام جالب بود وقتی میشنیدم خودم هی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم که خدا تو چقدر امین و وفاداری تو سرودها، تو آنچه که از زبان برادر عزیزم آلبرت خارج میشد، به روز اون صحبت هایی که میکرد، حتی دعا هم که اصلا اینجا امروز ارث ادونته و ما دوباره به یاد میاد که مسیح چه کاری رو برای ما انجام داده. همین اینها تیتر این در واقع بحبه چه عکس زیبایی هم انتخاب کردن عزیزان شکراتون. تیتر این موعظه رو گذاشتم حلقه ازدواج، یاد آهنگ مولی نیفتی داره یه حلقه فرقایی برسه همه همین جایی بیه بیرون از اونجا تمام شد الان بیه اینجا بشیم و همه چیز از زمانی شروع شد که من یک روز ساعت 6 صبح داشتم به یک جلسه دعایی میرفتم و به یک باره وقتی داشتم میرسیدم به اونجا متوجه شدم که حلقه ازدواجم رو همراه خودم ندارم. اصلا دلم هول ریخت، چی شد؟ کجاستی؟ گم نشده باشه؟ شاید بشناسن از این که برشک ازدواج کرده و حلقه به دست دارم و سریعا فکر کردم آخرین بار کجا میتونستم حلقه رو گذاشته باشم. یادم افتاد به خانومم یه پیام نوشتم که ببین حلقه اونجاست، لطفا بذارش در دفتر و گم نشه و اینها. بعدی من رو به فکر فرو برد که آیا این عهدی که من با خانمم بستم آیا این برمیگرده به این حلقه؟ یعنی الان این حلقه دست من نیست، چه اتفاقی در تمامیت این در واقع مسائل داره میفته؟ آیا اینه که داره در واقع نشون میده من این عهد رو بستم یا اون اتفاقی که در قلب من افتاده؟ و از اونجا بود که این پیام شروع شد در واقع بعضش کاشته شدن و ما میدونیم که کلیسا عروس عیساست. اینو کلام به ما میگه در افسسیان باب 5 آیه 23 پولس رسول میگه شوهر سر زنه چنان که مسیح نیست سر کلیسا بدن خویش و نجات دهنده آن است. و بعد در آیه 32 میگه این راز بس عظیم است، این راز بسیار بزرگی است، این در واقع دانستن این که کلیسا عروس عیساست و او داماد آسمانی است. و میگه اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم، یعنی تمرکز رو دوباره میگذاره که اگه حرفایی که شنیدید این مقایسه ها
به خاطر اینکه به یاد بیارید که شما عروس مسیح هستید و او داماد آسمانی است و امروز این داماد آسمانی اینجاست که از طریق این پیام و حضور او حقیقتاً عروس او به نام عزیز عیسی مسیح دوباره توی یک عمر تازه با او ملاقات داشته باشه. مسیح خداوند در لوقا باب 15 شبی که قبل از به صلیب کشیده شدن اوست، شبی که او میدانه بعد از این درواقع شب درد بسیار بزرگی رو که غیر قابل وصف است متحمل خواهد شد برای من و تو، برای من و تویی که امروز اینجا هستیم، توی اون شب یه اشتیاق عجیبی داره با شاگردان شام پسح رو جشن بگیره و در باب 15 لوقا از آیه 15 می‌فرماند که آنگاه به ایشان گفت اشتیاق بسیار داشتم پیش از رنج کشیدنم این پسح را با شما بخورم، زیرا به شما می‌گویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا تحقق یابد. پس جامی برگرفت و شکر کرد و گفت این را بگیرید و میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم که تا آمدن پادشاهی خدا دیگر از محصول مو نخواهم نوشید. همچنان نان را برگرفته شکر کرد و پاره نموده با آنها داد و گفت این بدن من است که برای شما داده میشود، این را به یاد من به جا آرید. به همین سال پس از شام جام را برگرفته گفت این جام عهد جدید است در خون من که به خاطر شما ریخته می شود. عیسی خداوند داماد آسمانی عهدی رو با عروس خودش که کلیسا باشه می بنده، عهد جدیدی رو که این عهد جدید در خون و جسم او با ما بسته می شه. و یک طرف عهد اوست و در آیه 15 خوندیم که میگه یک اشتیاق بسیار داره برای مشارکت با عروسش، اما یه طرف عهدم ما هستیم به عنوان عروس. و غزل غزلها با یک آیه 4 پاسخ عروس به داماد، میگه مرا از پی خود بکش یا تا بدویم، پادشاه مرا به حجله های خیش درآورده است. یعنی به اون نقطه‌ای که عمیق‌ترین و اینتیم‌ترین رابطه توش اتفاق می‌افته، پادشاه تو رو دعوت می‌کنه، من رو دعوت می‌کنه به عنوان عروسش که ما بریم به اون عمیق‌ترین نقطه و با او توی اون قسمت ملاقات داشته باشیم، با او توی اون قسمت تو رابطه عاشقانه باشیم. عروس عیسی امروز به یاد بیار که تو عروس عیسی هستی، به یاد بیار که تو کی هستی. اگر قلب و زندگیت رو به مسیح دادی، بدان که داماد آسمانی امروز با قلب‌های تو داره، با قلب‌های همه ما داره سخن میگه از خلال این پیام. من به عنوان یه واعظ اینجا وایستادم، متکلم وعده نیستم. خیلی ها فکر میکنن واعظ نیست اونجوری فقط حرف میزنه و متکلم وقت هست، در صورت که اینجا یک گفتگو داره اتفاق میفته. من دارم فقط یک پیام رو از جانب روح خدا به شما انتقال میدم، روح خدا داره از من استفاده میکنه، در این حال روح خدا داره با قلبهای تک تک شما صحبت میکنه. اگر آماده باشید دریافت میکنید. پس یک گفتگو داره اینجا اتفاق میفته. پس گفتگو بین داماد آسمانی و عروس خودش داره اینجا به انجام میرسه. و ما خوندیم، پرستش کردیم، پرستش ما اعلام‌های ما بود. گفتیم تو امینی، تو وفاداری. در دعاها اعلام کردیم تو امینی، تو وفاداری. و خیلی از ماها هستیم و همینطور عزیزانی که از رادیو ما رو می‌بینن که میتونن شهادت بدن ما امین و وفاداریم. در ته تجربه‌های بسیار زیاد تو زندگیشون میتونن حقیقتاً شهادت بدن ما امین و وفاداریم. من میتونم خودم شهادت بدم ما امین و وفاداریم. وقتی کسی نبود که من تصورش رو بکنم بتونه تو زندگی من باشه، وقتی پدر رو از دست دادی، مادر رو از دست دادی، هیچ کس رو نداری،
عیسی همه کس من شد، این خواهر داشت دعا میکرد، نمیدونم خواهر کجا نشستی دعا میکردی و من همینجوری عشق میریفتم. بله تو امین و وفاداری، تویی، تو هستی و در گروه تمامی تجربه هایی که من به شخصه اجازه داشتم با او داشته باشم متوجه هستم، شهادت میدم، یقین دارم که او امین و وفاداره و اون یک طرف این عهده، او داماد آسمانیه، یک طرف عهد امین و وفاداره. در پیدایش باب 15 ما ببینیم خداوند با ابراهیم یک عهدی میبنده، بهش میگه برو گوشتا رو آماده کن، بیا بذار، میتونید به بعدن بخونید. و بعد جالبه ابراهیم خوابی گران بر اون مستولی میشه، ترجمه قدیم میگه در آیه 12، و بعد خداوند میاد از اون میانمون در واقع چیزی که به ابراهیم گفته بود فراهم کنه و گور میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو این نشانه، این در واقع یک معنی بسیار عمیق داره که ابراهیم به خوابی گران میده اما خداوند میاد کارشو انجام میده. یعنی یک طرف عهد منم، یه طرف عهد تویی. در اون گذشته این حرکت سمبل یک عهد عمیق بین دو طرف بود و تو به خواب گران برو. اگر تو حتی وفادار نباشی، اگر تو حتی بیدار نباشی، اگر تو حتی اونجا عهدت رو بخوای بشکنی، من وایستادم، من منتظرم، من وفادارم، من ذاتم وفاداره. کسی که ذاتش چیزی بیرون نمیتونه، ذات من محبته، ذات من وفاداریه. ما بعدا حتی میبینیم این اتفاق توی عهد جدید هم با خود عیسی مسیح میفته. پتروس هم این کار میکنه، این داستان رو بارها شنیدی، بارها موعظه ها شده، پتروس هم این کار میکنه اما عیسی ایستاده، عیسی وفاداره. و پتروس وقتی بازگشت میکنه عیسی میگه تو من محبت میکنی؟ میگه آره محبتت میکنم خداوند. سه بار لعنت شده، سه بار برکت میاد روش، چون اون وفاداری خداست که پتروس رو دوباره سر جایی قرار میده که پتروس با این کارش از دست داده بود. ولی خداوند میفرماد من وفادارم. امروز هم پیام خدا به عروسش اینه، او وفاداره. اگه تو حتی احساس میکنی اون وفاداری رو به اون شکل نداری که میخوای یه مقدار در مورد اونم صحبت بکنیم، این رو به یاد بیار که او اما ایستاده و منتظر توست. یکی از نشانه هایی که در واقع عروس و داماد با همدیگه با اون نشانه به همگان اعلام میکنن که عهد با هم بستن، میدونید صادقانه بهتون بگم، ما به عنوان کسانی که از جامعه ایران و اون پیستمینه میان خیلی موقعها عهد رو نمیشناسیم، معنی عهد رو به اون شکل نمیدانیم. در ازدواج رو هم به شکل یک عقد نگاه میکنیم، یک قراردادی که خوب بودی منم خوبم، بعد دیدی دیگه بدونبال کارت، منم مصورت ندارم. اما عهدی نیست و ازدواج و فکر خداوند از ازدواج هم یک عهد هست، نه یک عقد. عهدی که دو طرف در اون وفادار میمانند، به قول آلمانی ها کم واسکوله، فرقی نمی کنه چه اتفاقی بیفته، من در عهد وفادار میمانم. و برای همینم خداوند میاد در کلامش این مثال رو میزنه تا هم نیت خودش رو و فکر خودش رو نسبت به چارچوب رابطه زناشویی بده و همین که با این مثال متوجه بکنه که ما در چه رابطه امین، عاشقانه، صمیمی، نزدیک و غیر قابل وصف با او هستیم. یکی از نشانه هایی که اما اینو در واقع تثبیت میکنه حلقه ازدواج دیگه. خیلی از شماهایی که این تجربه رو داشتید وقتی پیدا میکنید خیلی از زناشوها رو هم دیگه نگاه میکنید، لبخند جکان برمیگه میزنن، به یاد میارن اون زمانی که رفتن در واقع دنبال حلقه طلایی یا حالا امروز مد شده پلاتین، رفتن بگردن پیدا بکنن. حتی خیلی در اینجا هم رسم هست اسمشون رو حلقه بنویسن داخل حلقه، تاریخ عروسیشون رو ثبت بکنن. خیلی همه چی عالیه و این میخواد به همه نشون بده من دیگه تموم، من تموم شده، من عهد بستم، من دیگه در دسترس نیستم. و به همین واسطه اینو با شادی، با سرور ما حلقه رو میریم انتخاب میکنیم. یه پروسه‌ایه برای خودش و چقدر لذت بریم، چقدر شادیم، چقدر خوشحالیم. حلقه رو به دستمون میکنیم و سالیان سال زندگی شروع میشه، چالش ها میاد، حالا پایین ها اتفاق میفته.
این حلقه هم تو دست ماست. این حلقه هم داره این روزها رو پشت سر میذاره. داره خیلی از چالش ها رو با ما پشت سر میذاره. اما یه مدت که از رابطه زناشویی میگذره دیگه عادی میشه همه چی. یادمون میره شاید بعضی موقعها که ما یه عهدی بستیم. یادمون میره شاید که یه روزایی بود که خیلی شاد بودیم، خوشحال بودیم. توی شادی و خوشحالی لذت میبردیم از اون اتفاقی که داشت میافتاد. حداقل برای عزیزانی که با عشق ازدواج کردن. یادمون میره که یک تعهدی این وسط هست. تعهدی که از احترام میاد. تعهدی که از وفاداری میاد. و بعد این حلقه میشه نشانه ظاهری. یعنی به ظاهر هر جا میرم من متعهدم. اما اینجا شروع میکنه یه اتفاقات میفته. دیگه اون تعهد و تعهل رنگش کم میشه. به حالت عادی برمیگرده. خیلی چیزها معمولی میشه. اون عشق و هیجان دیگه از بین میره یواش یواش. و اگر تو با هوشیاری توی اون رابطه سرمایه گذاری نکنی، اون رابطه سرد، سرد و سردتر میشه. و در نهایت یه دونه حلقه هست فقط اون چیزی که انگار شما رو به هم دیگه بس کرده. یا یه خونه مشترک. زن و شوهر با هم دیگه اسمشون زن و شوهر نیست، اما زندگیشون حتی مثل دو تا دوست صمیمی هم نیست. در کلیسا هم همین اتفاق میفته. عروس عیسا هم اولش وقتی ایمان میاره با شور و هیجان هللویا، نمیدونی که ملاقات هم کرد، نمیدونی چه اتفاقی افتاد. من ازش خواستم به طور مثال فلانجا فلان کار رو برام بکنه، یه کار بزرگتر کرد، یه ماه عسلی اتفاق میفته، همه چی عالیه. بعد دوی چالش ها میاد، سختی ها میاد، قدم های اطاعتی میاد، قدم هایی میاد که خداوند میخواد تو زندگی توی کاری رو انجام بده و تو به یک باره همه چیز رو شاید حتی توی قلب خودت یه سوال میبره. ای چی شد؟ این مگه همون خدایی نبود؟ چرا اینجوری شد؟ چرا محبت هم نکرد؟ چرا اینجا اینجوری نکرد؟ چرا اونجا اینجوری نکرد؟ چرا اینو نداد؟ چرا جواب دعامو نداد؟ و خیلی دروغ ها میاد. و تو اگر حقیقتا این هوشیاری رو به خرج نمی و هر روزه به عنوان عروس این داماد آسمانی به یاد نیاری این داماد آسمانی کیست؟ و تو کی هستی در او و این رابطه عاشقانه رو با او زندگی نکنی و سرمایه گذاری تو این رابطه نکنی، همه چی در حد همین حلقه به پیش خواهد رفت. وقتی شما تعمید میگیرید در مسیح خداوند، مراسم تعمید شما به شباهت مراسم ازدواج شماست. مراسم تعمید شما مراسم نیست که شما به دنیای دیدنی و نادیدنی توش اعلام میکنی آقا من دیگه تموم شد، از این روز به بعد من دیگه متعهد هستم. این بار متعهد با کی هستم؟ متعهد با عیسی. من عروس عیسی با داماد آسمانی وارد یک رابطه عاشقانه شدم. تعمید رو اعلام میکنه و نمیدونم اینو میدونستی یا نه، روزی که تو تعمید میگیری یک حلقه در واقع نادیدنی رو به دست میکنی، اعلام میکنی آنچه که در قلبت بوده با زبانت اعتراف کردی، تو این مراسم تثبیتش میکنی، به همگان اعلام میکنی این حلقه توی دستته. و امروز اون چیزی که روی قلب من هست به کلیسا انتقال بده اینه که خیلی موقعها ایمان ما هم همون ریختی میشه، میشه شرکت در مراسم عبادت پرستشی، میشه تو همه مراسم ها رفتن، توی کنفرانس ها شرکت کردن، از اینجا به اونجا رفتن و دائما در زبان با واژه های ادبیات مسیحی صحبت کردن، اما تو قلب انگار خاموش میشه همه چیز. انگار این عشق قلبه سرد میشه یواش یواش. این رابطه، رابطه عاشقانه پر از حرارت روزهای اول دیگه نیست. رابطه با عیسی دیگه یواش یواش سرد شده، شده یک چیزای ظاهری، شده حلقه‌ای که تو دستته و به همگان میخوای بگی، مثل صلیبی که مسیحی تو گردنش میندازه و همه میگه من مسیحیم، اسم مسیحی روشه، اما زندگیش نمیکنه. زن و شوهری که میشناسم 35 سال با هم دیگه در ارتباط زناشویی هستن، اما فقط همون حلقه هست که به اونها
این رو القا میکنه یا به دیگران نشون میده که اونا تو رابطه هستن. در غیر این صورت وقتی میرسن خونه، خانم توی اتاق، آقا توی اتاق دیگه، اون داره کار خودش میکنه، اون یکی داره کار خودش میکنه، اون یکی مسافرت واسه خودش میره، یکی واسه خودش میره، اون یکی تو فکر برنامه های زندگی خودشه، اون یکی تو فکر برنامه های زندگی خودشه. با هم هم که میرسن یه غذایی میخوان بخورن، یه نهاری میخوان بخورن، یه مهمونی میخوان دعوت کنن، 10 دقیقه میپیچن یه جورایی به پر و پای هم دیگه. اون یکی رو میکوبونه، اون یکی رو میکوبونه. اگه حفظ ظاهر هم میکنن تو قلبشون دارن این کار میکنن. این نیست رابطه زناشویی، درسته؟ هیچ رابطه زناشویی اینجوری تو خوشبختی و آرامی نیست. امروز رو قرار هست به تو بگم اگر در رابطه تو با عیسی هم یه همچین خشکی وارد شده، اگر در رابطه با عیسی هم این سردی اومده، اگر تو در رابطه با عیسی خداوند به عنوان داماد آسمانی هنوز نمیدونی تو عروس او هستی، هنوز نمیدونی چگونه مورد محبت قرار گرفتی، یا حتی یادت رفته، شاید محبت کردن عیسی رو گذاشتی فقط توی اون دعاهایی که تو کردی جواب گرفتی، شاید سریع رو یادت رفته، شاید اشتیاقی که عیسی قبل از کشیدن اون درد ازش صحبت میکنه اونو یادت رفته، اون عهدی که عیسی میگه در جسم و خون خودم با تو میبندن رو یادت رفته. کلیسای آلفا و اومیگا، اگر امروز کلام خدا به این شکل داره با تو سخن میگه و این پرستش ها و تمامی این چیزها، بدونی که ما هماهنگی در انجام داده باشیم. من به روز از دیروز کوتاه دیدمش، اصلا هیچ صحبتی نکردیم، فقط اسم فامیل من رو پرسید و اینکه من شبان کدوم کلیسا هستم که بتونه امروز اعلام بکنم، اصلا نگفتیم مسیر کجاست، اصلا تو چه سمتی تو میخوای صحبت، هیچی. اینها همه لطف و مهر داماد آسمانی است به تو عروس او که امروز به صراحت با قلب تو سخن میگه و میگه تو فرصتی داری که دوباره به یاد بیاری در من کی هستی و من داماد آسمانی وفادارم و ایستادم تا بیایی و با هم به باغ بریم، بریم توی رابطه عمیق عاشقانه، بریم تو رابطه که هر روزه است، رابطه و گفتگوی هر لحظه است. روزای اول چجوریه تو رابطه زناشویی؟ از هم دل نمی کنن، موقعی هم که عاشق و معشوق هستن دم به دقیقه با هم دیگه دارن می نویسن یا تلفن می کنن یا هم دیگه رو می بینن. چرا با عیسی اینجوری نباشی؟ چرا نباشی با عیسی؟ چرا تجربه نکنیم اون رابطه عاشقانه که این داماد آسمانی برای تو در نظر گرفته؟ شاید تجربه کردی ولی بعدش دیگه تجربه های تو برمیگرده به سالهای پیش. امروز آیا تجربه امروز رو داری با عیسی؟ تو مگه عروس رو نیستی؟ این تشویق، این دعوته. اگر عروس عیسی هستی که هستی، داماد آسمانی دعوت میکنه تو هر روز باهاش تجربه داشته باشی، هر روز بتونی باهاش ملاقات داشته باشی، هر روز بتونی با اون گفتگو بکنی. عزیزان بسیاری هستن، هر کسی که در خدمت خداوند هست با این مسئله شاید برخورد کرده، میرسن برادر خواهر، برادر آلبه، پس آلبه خواهر نستیم، میشه شما بگیم ما چجوری صدای خدا رو بشنویم؟ میشه شما بگیم ما چجوری مثلا بشنویم اینجا و چیکار بکنیم اونجا و چیکار بکنیم؟ چرا شنیدن صدای خدا بشه فقط یه قاعده و قانون؟ من میگم انگار یه دکمه هست، دکمه رو پیدا کردم بزنم صدای خدا رو میشنوم. کجاست اون دکمه؟ نه عزیز دل خدا، خدا من تو رو دعوت میکنه به رابطه عاشقانه با او، رابطه که من تو نمیشناسیمش، تا واردش نشیم، تا تجربهش نکنیم نمیتونیم بچشیم و ببینیم چیه. و او خودش دعوت میکنه در مزمور 34:8 که بچشید ببینید من نیکوام، بیا بچش. تو یه غذایی رو یک بار بچشی و به مزاج سازگار باشه بچسبه بهت، دیگه مزاجش یادت نمیره. تو یک بار حضور بی‌نظیر اون رو بچشی به عنوان داماد آسمانی که عروسش رو در آغوش پرمهرش میگیره، دیگه فراموش نخواهی کرد. ملکوت خدا قانونش با زمین برعکسه. تو زمین تو وقتی میخوری و مینوشی سیر میشی، سیراب میشی، اما تو ملکوت خدا وقتی بخوری و بنوشی تو گرسنه و تشنه میشی. هر چقدر بیشتر بخوری بیشتر گرسنه میشی، هر چقدر بیشتر بنوشی بیشتر تشنه میشی، هر چقدر بیشتر بچشی بیشتر مشتاق خواهی بود. این قانون ملکوت آسمانه و این داماد آسمانی اینجا امروز ایستاده و کلیسا رو داره دعوت میکنه
که عهدش رو با اون تازه بکنه، عهدش رو با اون تازه بکنه. توی رابطه ظاهری تو فقط دلتو خوش میکنی به رفتن داخل کلیسا، به رفتن به کنفرانس، به فرانجات شرکت کردن، به سازا شرکت کردن، که خوبم هست، عالی هم هست، همه اونها از پس یک ارتباط عاشقانه میتونه بیاد. اما وقتی تو قلب تو همون آتش وجود داشته باشه، در کنار اون آتش توی قلب تو، از ثمره اون آتش توی قلب تو، از ثمره اون عشقی که تو جونت داره تو رو قشنگ به حرکت در میاره، تو بیایی در مراسم مورد پرستش شرکت بکنی، نه از اونی که خب نرم انگار کارت غیبت میخوره و میگه ایماندار خوبی نیست، روحانی نیست، نه هر دفعه برم. کرونا اومد، خیلی ها از این فرصت استثنایی استفاده کردن. اگه خیلی ها ورشکست شدن، خیلی ها تو کلیسا متوجه شدن فرصت هست که فرار کنن. آقا دیگه کرونا اومد، دیگه رفتیم دیگه، خدا حافظ. خیلی بچه‌ها خیلی از کلیساها مواجه شدن، جمعیت 200-300 نفری یا شدن 100 نفر. امروز به اسم عیسی مسیح این داماد آسمانی داره تو رو دعوت میکنه. اگر تو رابطت از قلبت داره میاد بیرون، اون عملیه که از ایمان تو داره برمیاد. دعوت میگه ایمان بدون عمل مرده است. و ما چون از فضای مذهب میایم، به یک باره بلند میشیم فکر میکنیم ما هی باید کارهایی بکنیم، چون ایمان بدون عمل مرده است دیگه، برای نمیشه که. بعد یه چالش رو وجود میاد، آقا مگه ما مذهبی؟ نه مذهب که نیستیم که، ما در مسیح هستیم، ارتباطه. پس چجوریه؟ چیکار؟ پس بالاخره کاری انجام بدیم یا کاری انجام ندیم؟ آره، تو این کار انجام میدی، همینطوری گفتم میایی به مراسم رو میدید، پرستش چه کاری کاری دیگر تو مسیح انجام میدید، اون خدمت میکنی و و و، اما با چه نیتی؟ با چه قلبی؟ اون زمان که از عشق و محبت درونی و از اون رابطه صمیمی و عاشقانه هر روزه با این داماد آسمانی این قدم ها رو برمیداری، اونجاست که ایمان تو داری زندگی میکنی. در غیر این صورت فقط حلقت و دستت گرفتی هر جو میدی اینجوری یه جورایی انگار داری نشون میدی که من ببینید یا من متعهدم، اما ببینید یا جنسش هم خیلی خوبه، تلاش تر از یک شیک اومدن کلیسا، بهترین تیپو زدن اومدن، میرم میام که خیلی عالیه. گفتم قلبت از کجاست؟ وقتی از قلبت این عاشقی میمه یه روح هست و نمایانه، وقتی هر روز ملاقات داری شادی حقیقیه در تو، ایمان حقیقی در توه، پرهیزکاری در تو نمایانه، واژه های شیرین نمیشنوی، زندگیش میکنی. یه برادر یه خواهری به چپ نگاه میکنه، به بر نمیخوره، از درون اون محبت میکنی، در مسلوب بودن به پیش میری، منتظر نیستی سلام بکننده دیدی سلام نکرد اینجا رد شده که من میدونم دفعه بعد اومدم این بر میشینم. این اتفاق ها دیگه در تو جایی نداره، ملاقات هر روزه تو با داماد آسمانی به یاد تو میندازه تو کی هستی در او و چه هویتی در او داری. هویتت رو میشناسی، در هویتت عمیق میشی، هر روزه این آتش عشق تو رو به هیجان در میاره، نهر آب حیات از تو جاریه، هر کی باهات ملاقات میکنه میگه چی داری که من ندارم، من اینو میخوام. اینا قصه و افسانه نیست عزیز دل خدایی که داری امروز اینجا پیام خدا رو میشنوی یا به صورت آنلاین داری گوش میکنی میبینی، اینا قصه نیست، اینا ایمان یک مسیحیه. امروز داماد آسمانی دعوت میکنه میگه بیا، من میخوام این نهر آب حیات از تو جاری باشه، بیا میخوام لبریزت کنم، بیا میخوام تو رو پرت کنم. خیلی موقع ها خیلی اشخاص هستن که حلقه دستشون هست اما نگاه نامشروع، رابطه نامشروع توی زندگی هاشونه. ما هم امروز به عنوان مسیحی میتونیم اسم مسیحیمون باشه اما زندگیمون به دنبال به دست آوردن تمام چیزهایی باشه که استانداردهای این دنیا هست، فکرمون توی این دنیا دیر کرده باشه، تمام استانداردهای ملکوت آسمان رو اصلا زندگی نکنیم، تمام
دروغ، فریب، بت‌پرستی و خیلی چیزایی که تو زندگی ما باشه. و امروز این داماد آسمانی باز داره به تو این محبت رو میکنه و به تو این علاقه رو نشون میده، این عشق رو نشون میده. همینطور که من تو رابطه زناشویی یک زمان خیلی صمیمی رو با خانومم دارم که اون زمان صمیمی بین من و خانومم فقط بین من و خانومم و خدا درسته، کسانی که تو رابطه زناشویی هستن اون اتفاقی که توی صمیمی‌ترین وقت‌های رابطه‌شون می‌افته فقط خودشون می‌شناسن. اونو که نمیان دوربین بذارن به صورت 24 ساعت پخش بکنن. رابطه ما در مسیح خداوند هم همینه. می‌فرمان برو پشت درهای بسته و پدر نهان بین تو رو پاسخ خواهد داد. برو با اون شروع به گفتگو کن. اون رابطه صمیمی که تو توی پشت درهای بسته، توی یه گوشه، توی زیرزمین، توی یه اتاق، توی یه انبار عزیزی، توی کمد جا نداشت، رفت کمد رو خالی کرد، رفت تو کمد دیواری، اونجاست. اونجاست رابطه صمیمی بین عروس و داماد. اونجا اون باقیه که داماد آسمانی تو رو به رفتن اون باغ دعوت میکنه، میگه بیا بریم اونجا. محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم. تمام تمام شد و رفت. بریم اونجا، بریم بذار از درون دگرگونت کنم. دیگه فقط تو ظاهر اسم مسیحی رو نباشه، تمام وجودت آتش بگیره برای من، برای عشق من. هر جا قدم میزنی این آتش همه رو شعله ور کنه. یه یک آتیشی که وقتی حرکت میکنه هر چیزی به سرانهاش قرار میگیره رو آتیش میزنه. کیه که میخواد اینو دریافت کنه؟ امروز به اسم عیسی خداوند میخواد این حقیقتاً هدیه رو به کلیسای خودش، به عروس خودش بده. کدوم زن و شوهری هست؟ کدوم زن و شوهری هست که دوست داره شوهرش یا زنش فقط توی رابطه زناشویی به همین حلقه بسنده کنه و قلبش مال یه نفر دیگه باشه؟ کدوم کسی هست؟ حتی اگه امروز مجردی دنبال این هستی که یه رابطه خوب در واقع زناشویی رو آغاز بکنی، اولین فاکتوری که برات مهم هستش تو دلت، تو قلبت، اینه که شخص به تو وفادار باشه دیگه، تو دوست داشته باشه، تو دوست داشته باشه چه فایده‌ای داره؟ چه دردی می‌خوره وقتی تو داری تلف می‌کنی؟ اگر ما در رابطه انسانی انقدر مشتاق هستیم، چقدر بیشتر در رابطه با داماد آسمانی باید مشتاق این باشیم، مشتاق این که حقیقتاً قلب و دل من بتپه فقط برای او، تمام قلب من معطوف او باشه، هر اتفاقی میخواد بیفته در او بیفته. اگر رابطه هست، اگر جایی کاری هست، اگر موفقیتی هست، اگر حرکت، اگر حتی خدمتی هست، در مسیح، از نشستن پای پاهای او، از لبریز شدن از محبت او اتفاق بیفته. چقدر زیبا بود. اگر خدمت هم میخوای بکنی، خودت بخوای خدمت بکنی، از قوت خودت فایده‌ای نداره. اما وقتی خود به مسیح میسپاری خودت رو، تقدیم مسیح میکنی خودت رو، در مسیح شروع به حرکتی انجام میدی، اون موقع است که ثمر خواهد داشت. اون موقع است که ثمر خواهد داشت. ما توی عهد جدید هستیم و کلیسا در این عهدی که مسیح خداوند در خون و جسم خودش بسته داره زندگی میکنه. وقتی از درون دگرگون بشی، برون تو هم نمایان. میدونی من حلقه رو دوست دارم استم کنم. من بدون حلقه احساس خوبی ندارم، چون متعهدم، اما نه به این حلقه بزنم و توی قلبم این تعهد در حضور مسیح خداوند بسته شده. پس وقتی این تعهد تو قلب من هست، وقتی هم میخوام برم از خونه بیرون، حواسم جمعه که این حلقم دستم باشه. وقتی تو هم تعهد به خدای خودت رو توی قلبت داری، وقتی همه ما به عنوان عروس عیسی این تعهد رو تو قلبمون داریم، هر کاری که میکنیم مراقب این هستیم، حواسمون هست که در جهت اون تعهدمون به پیش بریم. این مذهب نیست، این رابطه هست، این عشق، رابطه عاشقانه‌ای که به واسطه خون
و زخم‌های عیسی و جسم تیکه تیکه شده او به من و تو هدیه میشه، هدیه میشه. خیلی مهم هست در عهد عتیق برای آنهایی که کلام رو خوب میشناسن میدارن. موسی میگه ببین میخوام جلال تو ببینم. خدا میگه اگه جلال من رو بخوای ببینی میمیری، برو تو سینه کوه و من تو رو محافظت میکنم، از پشتت رد میشم. به من خواهش میکنم گوش کنید، توجه بکنید به کلام خدا. خواهش میکنم عزیزی که از راه دور گوش میکنه، در عهد عتیق موسی میگه جلال تو میخوام ببینم، خدا میگه برای که نمیری، برای که از بین نری، برو تو سینه کوه. و خداوند از پشت موسی رد میشه، اما این جلالی که از پشت موسی رد شده انقدر موسی رو نورانی میکنه که قوم جرأت نمیکنه به اون نگاه بکنه. ما با این خدا رو به رو هستیم، اما در عهد جدید او من و تو رو دعوت میکنه که روی او رو بجوییم، که به روی او نگاه کنیم، که در روی او پاسخ تمامی چیزها رو بجوییم، در روی او به چشمان آتشینش نگاه بکنیم و لبریز بشیم از این عشق الهی. این دعوت یشوع ماشی هم مسیح خداوند ما عیسی، این دعوت این حلقه دستم نباشه هیچ اتفاقی نمیفته. رابطه و اون عهد تو قلب من تکون نمیخوره. تو هم امروز اگه چیزای ظاهری انجام بدی یا نه فرقی نمیکنه. یه اتفاقی اما هست، وقتی آسمون میبینی دیگه هیچ کدوم اینا وجود نداره. تو آسمون شاید خیلی از این خدمتایی که الان تو زمین داره اتفاق میفته وجود نداشته باشه، ما تو آسمون دیگه بشارتی نمیبینیم، تو آسمون دیگه خیلی نبوت ها وجود نداره. وقتی جلومونه داریم میبینیم نبوت چی میخواییم داشته باشیم، اما تو آسمون یه رابطه عاشقانه هنوز وجود داره، تو آسمون پرستش وجود داره. اگه تو عروسی هستی که با استانداردهای ملکوت آسمون زندگی نکنی، یاد نمیگیری عروس بودن رو، عروس بودن آسمونی رو چجوری میخوایی یاد بگیری وقتی تو تمرینش نکنی، وقتی هر روز نری تو پرستش، وقتی هر روز نری پای پاهاش، وقتی نری به روش نگاه کنی، وقتی لبریز نشی ازش. این پرستشی که اینجا اتفاق میفته، این پرستشی فرصت استثنائیه که به من و تو داده شده. تو آسمون اوتوماتیک داره این اتفاق میفته 24 ساعته بدون وقفه، اما تو اینجاست که فرصت داری یک بار برای همیشه تو این زمانی که داری زندگی میکنی رو این دنیا، وسط درد، وسط فشار، وسط لعنت، وسط دنیای سقوط کرده، نامم رو برمی‌افرازی، بگی حمدت میگم، ستایشت میکنم، میپرستمت، برمی‌افرازم نام توی شیر سفت یهودای داماد آسمانی. این فرصت استثنایی اینجا به تو داده شده، اینو از دست دادی تموم شد، تموم شد دیگه. به اسم عزیز عیسی داماد آسمانی تو رو دعوت میکنه بیایی توی این رابطه عاشقانه، بیایی و تجربه بکنی، بیایی و تجربه بکنی. متی باب 25 از حکایت ده باکره صحبت میکنه، میگه در آن روز پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتن. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره های نادان چراغ های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند، ولی دانایان با چراغ های خود چراغ های خود از روغن بردند. چون آمدن داماد به درازا کشی چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت داماد می آید، هللویا، به پیشواز او بروید. آنگاه همه باکره ها بیدار شدند و چراغ های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند قدری از روغن خود به ما بدهید، چون چراغ های ما رو به خاموشی است. رابطه داره سرد میشه، اما دانایان پاسخ دادن نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود، بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. به قول معروف گفته این بروز تو خود جایی دیگه حواله کنه. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکره هایی که آمده بودند با او به ضیافت عروسی در آمدند و در بسته شد.
پس از آن واکره های دیگر نیز رسیدند و گفتند سرور ما، سرور ما، در را بر ما بگشا. اما او به آنها گفت آمین به شما میگویم، من شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر نداری. تو کدوم باکره میخوای باشی؟ کدوم باکره میخوای باشی؟ اونی که وارد ضیافت عروسی میشه یا اونی که دنبال روغن داره میگرده؟ دوم قرنتیان باب 11 آیه 2 پولس بیعتی داره و باورم کنید با تمامی جون و دل همون بیعت رو، همون بیعت و همون چیزی که پولس داره اینجا میگه روی قلبم برای تک تکتون دارم. من بیعتی خدایی نسبت به شما دارم زیرا شما را به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساختم تا همچون باکری پاک دامن به او تقدیمتان کنم. این غیرت شبانان شما و رهبران شما توی کلیسا است. اگر این گونه نبود خدا به این شکل با این کلیسا صحبت نمی کرد. خدا عاشق آلفا و امگا است، عاشق هر کسی است که امروز توی اینجا شرکت کرده و در راهنمایی ما رو میبینه. و پولس اینو میگه، میگه شما رو میخوام مثل یک باکره پاک دامن تقدیم دامن آسمانی بکنم. چجوری میتونیم این رابطه رو دوباره باهاش داشته باشی؟ یا اصلا شروع بکنی؟ وقتی میچسبی به پاهاش، وقتی هر روز با عیسی وقت میذاری، صبح بلند میشی، قبل از اینکه بیایی این تلفن رو برداری، توی شبکه‌های اجتماعی بچرخی، یا هر کار دیگه ای بکنی، میری سریع به حضور عیسی، میگه ای داماد آسمانی، من این عروست نیستم، من عروست فقط اومدم. اومدم بریم با هم با بریم خدا برد بریم امروز با قلبم سخن بگو. میگه کلامی که محرم اسرار خداوند ترسندگان او هستن، اونهایی که با دلی و قلبی مشتاق دنبال روی این پادشاه هستن، اونا محرم اسرارشن. میخوای محرم اسرار عیسی باشی؟ نمیخوای تو زندگی خودت هیده چرخی؟ چرا امروز این شد؟ چرا امروز اون نشد؟ داماد آسمانی دعوت میکنه تو رو بری توی رابطه عاشقانه عمیق. اگه هستی برو توی عمق تازه به اسم عیسی مسیح، برو توی عمق تازه با او وقت بگذار، به یاد بیار که عروسی که توی این زمین با استانداردهای عروس زمینی میخواد با خدا زندگی بکنه، توی آسمون به مشکل برخورد خواهد کرد، به مشکل برخورد خواهد کرد. پرستش میشه 15 دقیقه تو اگر اینجا نوشته شده پرستش بشه 16 دقیقه، آقا پرستش خیلی طولانی. اگه تو با یک دقیقه پرستش اضافه رو زمین مشکل داری، تو آسمون خیلی مشکل خواهی داشت، چون اونجا بدون رقبه داره پرستش اتفاق میفته. اگر امروز تو روی عیسی رو نمیجوری، تو آسمون چیکار میخوای بکنی و چجوری با وعده آسمان داری کیف میکنی و میگی نجات یافتم در عیسی؟ استاندارد آسمان استاندارد متفاوتیه، اما خداوند در فیضش اجازه میده این استاندارد امروز ما توی این زمین تجربه کنیم. اگر بسپاریم خودمونو، کارت دعوت تو به عروسی بره تخت‌نشین صادر شده. گوش کن، لا خواهش میکنم کلیسا با دقت گوش کن ببین جوف چی داره میگه. کارت دعوت عروسی تو صادر شده، این تو هستی که میتونی تو رابطه عاشقانه این کارت رو محفوظ نگه داری و بعد وارد عروسی پر جلال و پرشکوه با این بره تخت‌نشین شیر سبت یهولا عیسی مسیح خداوند بشی. همونطور که در مکاشفه 19 آیه 7 و 8 میگه به وجد آییم و شادی کنیم و او را جلال دهیم زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را آماده ساخته است. جامعه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند. جامعه کتان نفیس اعمال پارسال یعنی مقدسین است. این عروسی برای تو مهیا شده و امروز این داماد آسمانی تو رو دعوت میکنه تا وارد این عروسی، وارد این جشن عروسی بشی. من از پاستور البرت عزیز تقاضا کردم، خواهش کردم که محبت بکنم ما امروز شام خداوند رو داشته باشیم.
امروز میخوام برای سه تا گروه در واقع دعا بکنیم. اگر این خدا رو نمیشناسی، اگر این داماد رو نمیشناسی، اگر باهاش تو رابطه عاشقانه نیستی، اگر اسمش رو شنیدی، حتی شاید زمانی بوده باهاش قدم زدی اما عشق ورزی باهاش نداری، چون تولد تازه رو نیافتی، چون نجات رو اصلا نمیدونی چیه، امروز میخوام دعوتت بکنم. اگه در میان ما هستی بیایی و در بزرگی که تو تقدیم موضوع این دامن آسمانی بکن. غیر از زندگی عاشقانه با عیسی همه چیز فانی. تنها چیزی که باقی است و ابدی همون لحظه های عاشقانه است که امروز باهاش زندگی میکنی و ابدیتی که در کنار او خواهی داشت. گروه بعدی گروهی هم که میخوایم دعا بکنیم، گروهی که زمانی وفادار بودن، عهد بستن، اما امروز دیگه وفادار نیستن، رابطهشون ظاهری شده، خیلی به صورت مستمر تو مراسم های کلیسای شرکت میکنن، انگار اون تیک حاضریشون رو میزنن اما تو قلبشون سرد شده. امروز میخوام دعا کنیم به نام عیسی، فرق نمیکنه تو چند ساله که اسم ایماندار رو خودت میزنی، کیفیت زندگی عاشقانه تو با عیسی کیفیت ایمان توه. امروز میخوام برای اون گروه دعا کنیم که عهدش رو تازه کنه، پیام خدا به کلیساش اینه، عهدش رو تازه بکنه. امروز وقتش رسیده کلیسا عروس عیسی بچسبه به پاهای ما و عهدش رو تازه بکنه. و گروه سومی هم ما هست، با کلیه که دورندونشون پره، هر روز دارن مشتری میکنن، میخوام دعا بکنیم که اونها در وفاداری بمونن تا به آخر. من نمیدونم جز تو کدوم گروه هستی از این سه تا گروه، اما فقط میخوام رو بهت بگم سفره خداوند برای تو امروز مهیا است. جز هر کدوم از این سه تا گروه که باشی و اینکه بیای و اون چیزی رو که توی زندگی الان برای تو مهیا شده رو دریافت کنیم از دستش ندیم. خواهش میکنم، تقاضا میکنم ازتون این رو جدی بگیریم. زندگی با عیسی بی نظیرترین زندگی است که میتونه یک شخص تجربه کنه. به نام عیسی مسیح این عهد رو تازه بکنیم. گفت عهد جدیدی با تو میبندم، تو خونم و جسم تیکه تیکه شدم، این عهد جدید من با شماست. به نام عیسی مسیح من میخوام تقاضا بکنم پس برگیت عزیز پس مسیح عزیز تشکتون بیارید لطفا و شام خدا بردم چه شام خدا بردم پایش بکنم بلنشون با هم بیستیم. خدا بردم تقاضا دارم ازت، تمنا دارم یه شو جامعه آسمان تو که عهد خودت رو در خون و جسم تیکه تیکه خود شده خودت خدا بردم با ما بستی در این عهد جدید، در این عهد تازه که ما رو دعوت می‌کنی داماد آسمانی که به قدس‌های تو بیاییم، به صحن مقدس تو وارد بشیم با خون عیسی و روی پر جلال تو رو اضافه کنیم. خدا من دعا می‌کنم برای این سه تا گروهی که دستور دادید، سرور قدوس و رول قدوس، گروهی که به نام عیسی مسیح قلب و زندگیش مال خداوند نیست، امروز دعوت میکنه این داماد آسمانی تو رو به دریافت کارت عروسی که برای تو مهیا شده. اگه امروز اینجا هستی کارت برات آماده است، اسمت روش نوشته شده. داماد آسمانی دعوت میکنه تو رو این کارت رو خودش شخصا به تو هدیه کنه. شام این مراسم این میز مهیاست، این تو هستی که از این سفره مهیا شده میتونی بیای و برکت بگیری و زندگی دگرگون بشه اگر که بخوای. گروه دوم، روزی این عهد و بستی، روزی سر این سفره
شاون رو دریافت کرد، گفتی بله خدا من ها پای این برد پایی هست داده این را رفاداریت شده فقط چیزهای ظاهری. امروز میتونی به پای این صفحه به اسم عزیز عیسی مسیح با تو او بازگشت خدا من برمیگردم، برمیگردم. مرسی که من وفادار نبودم اما تو وفاداری ایستادی. مرسی که من با تو رابطم سرد شدم اما تو با آتشت منتظر من بودی. میخوام بیام پای این صفحه امروز عهدم رو با تو تازه کنم و دعا میکنم خدا برم و این گروه سومی که وفاداره با تو ایستاده دعا میکنم خدا برم به بکنسم مدد بفرمایید تا به آخر بیستیم خدا من، تا به آخر خدا من، هر کی با تو ایستاده تا به آخر تقاضا دارم، تمنا دارم خدا من، وقتی جلوت میستیم سرور با دوستم به فرمای قدام کنیز نیک و متدیر من به آرامی پدرت داخل شد. ای خدا من برای همه این سه گروه دعا میکنم، برای کلیسای خود در هامبورگ آلمان، آلفا و آمگا و هر عزیز دیگه ای که از راه دور داره ما رو الان میبینه یا خواهد دید و خودش رو متعلق به کلیسای تو میدونه، چه در اینجا چه در هر جای دیگه خدا رو دعا میکنم به اسم عیسی. این دعا و این برکت رو برای اونها اعلام میکنم که توی یک رابطه عاشقانه هر روزه با تو دگرگون بشن خدا رو، دگرگون بشین خدا رو، هممون دگرگون بشیم تو هر عمری که هستیم ما رو بکش توی یک عمر تازه رو برست. تقاضا دارم، تمنا دارم خدا بنده با دوستم تو این جایی در میان مایی آتشی نو بزن هممون رو برست به اسم عزیز یشوع هاشیه مسیح سا. آمین.